ائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام استعفایت و محمد نور والی بلخ را سوی حکومت اقدام ناسنجیده و انحصارگرایانه نمیداند. این ائتلاف با نشر اعلامیه گفته است که برکناری آقای نور امنیت شمال افغانستان را برهم میزند و زمینه تسلط داعش و طالبان را در این بخش کشور فراهم میکند. از سوی هم اعضای شوراهای ولایتی کندهار و زابل در یک گردهمایی مشترک در ولایت کندهار حمایت خود را از عطا محمد نور والی بلخ اعلام کردند و خواستار ادامه کار آقای نور شدند. گزارشی از طیب بصیر. در بخشی از اعلامیه ائتلاف ملی برای نجات افغانستان با انتقاد از رئیس جمهوری گفته شده است که آقای غنی در درازای 3.5 سال گذشته برخلاف موافقتنامه حکومت وحدت ملی به انحصار قدرت و کنار زدن چهره های مطرح سیاسی مصروف بوده است. اقدام اخیر ارگ مبنی بر کنار گذاشتن والی موفق بلخ که در تامین امنیت و بازسازی نمونه مثال بوده به منزل ضربه زدن به امنیت در شمال کشور می باشد که زمینه های تسلط داعش و طالبان را فراهم و امنیت شمال و ویژه بلخ را با خطر جدی مواجه می سازد. در اعلامیه این ائتلاف همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که جلو اقدام های یک طرفه ارگ را بگیرد. شورای عالی ائتلاف از جامعه جهانی و نمایندگی ملل متحد می‌خواهد که به عنوان ضامن اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی جلو اقدامات یک جانبه تیمرک را بگیرند و نگذارند که با اقدامات مخالف روحیه وحدت و مشارکت ملی ثبات و امنیت کشور به خطر مواجه گردد. شورای ائتلاف ملی برای نجات افغانستان همچنان از تمام رهبران جهادی و نیروهای ملی و ائتلاف‌های سیاسی خواسته است برای ختم بحران به وجود آمده دست به کار شوند و برای حفظ ثبات سیاسی و وحدت ملی اقدام‌های لازم را انجام دهند. در همین حال رئیس شورای ولایتی قندهار در آمایشی که در این ولایت برگزار شده بود با نکوهش تصمیم ارگ در مورد عطا محمد نور والی بلخ خواستار ادامه کار آقای نور شده است. دولت از راه قانونی به میان نیامده است. حکومت سهامی است، حکومتی است که میان آنها تقسیم شده بود. باید تا ختم این حکومت منتظر بمانند و کشور را به بحران نبرند، نه به سوی جنگ ببرند و نه هم ما به این اجازه خواهیم داد. در این همایش رئیس شورای ولایتی زابل نیز از سفارت‌های خارجی در افغانستان خواسته است که در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. تنش ایجاد شده باید با مشورت و گفتگو حل شود و سفارت‌های کشورهای خارجی دست از مداخله بردارند. اشتراک کننده ها همچنان در این همایش برکناری عطا محمد نور والی بلخ را با انتخابات ریاست جمهوری آینده مرتبط دانستند. از سوی هم به باور شمار از آگاهان مسائل حقوقی، رئیس جمهوری صلاحیت دارد والیان را برکنار یا استعفایشان را منظور کند. اما رئیس جمهوری عطا محمد نور را برکنار نکرده، بلکه به اساس ادعای ارگ استعفای وی را منظور کرده است. به گفته این آگاهان، به اساس ادعای آقای نور استعفای او مشروط بوده نه منجر و مطلق. پس در صورتی که شرایط مندرج در استعفانامه‌اش تحقق نپذیرد، استعفای او منتفی است. از لحاظ حقوقی وقت استعفا مشروط می باشد، اگر رئیس جمهور آن را منظور می کند، به این معناست که رئیس جمهور استعفای وی را توأم با شرایط مندرج در آن پذیرفته است و الا تحقق شرایط بدون شخص استعفا کننده در سمتش پابرجا است. اگر هر مشاور حقوقی به رئیس جمهور چنین مشوره داده باشد که با منظور این استعفانامه والی بلخ مستعفی می شود، خبط حقوقی را مرتکب شده است. زیرا وقتی آقای غنی استعفای مشروط را منظور و امضا می کند، یعنی خود را مکلف به تحقق شرایط آن استعفانامه می سازد. بنابراین اگر استعفا مشروط باشد، آغاز کار والی جدید الی تحقق شرایط و مستعفی شدن آقای نور باید موکول شود. 4 روز پیش ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ را پذیرفته و انجینر داود را به عنوان والی بلخ گماشته است. این تصمیم ارگ از سوی جمعیت اسلامی افغانستان انحصارگرایانه و خلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی پنداشته می شود.